رجب طیب اردوغان با اختلاف 2.2 میلیون رای پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شد. او پس از این پیروزی اعلام کرد ترکیه تنها برنده انتخابات حساس روز گذشته بوده. کمال قلقچیدار اوغلو رقیب قدرتمند هم در واکنش این دور از انتخابات را ناعادلانه ترین انتخابات تای سالهای گذشته خواند. در این حال اکثر رهبران جهان پیروزی اردوغان را تبریک گفتند. جشن سراسری در ترکیه پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات حساس و کلیدی ریاست جمهوری. از استانبول تا قازیانتپ هواداران اردوغان به جاده ها آمدند. در شهرهای بین المللی نیز هواداران رئیس جمهور ترکیه جشن پیروزی گرفتند. از بروکسل تا برلین و استکهلم تا باکو و پایتخت لبنان. در انقره نیز رجب طیب اردوغان در جشن اصلی هواداران خود حضور یافت و تلاش کرد شکاف سیاسی به وجود آمده ناشی از انتخابات را مرهم بگذارد. ما تنها برنده انتخابات نیستیم. تمام مردم و کشور ترکیه برنده هستند. پیروزی مربوط به همه ما و دموکراسی ماست. تنها بازنده ما گروه های تروریستی است که علیه ترکیه توطئه می کنند. حالا وقت آن است که همه اختلاف ها را کنار بگذاریم و برای ارزش ها و رؤیاهای ملی خود متحد شویم. در جشن بزرگ صدها هزار نفری گویا بحران اقتصادی ترکیه برای این یک شب فراموش شده. بسیار خوب بود و ما خیلی خوشحال هستیم. چون به جز دو سال اخیر اقتصاد ما خوب بوده. می دانیم و اعتماد داریم که او بیشترین تلاش خود را خواهد کرد. با این حال ترکیه به شدت دو قطبی شده است. در یک سو رئیس جمهور فعلی پایگاه محافظه‌کاران دینی و ملی گرایان شده و در طرف مقابل هم عمدتاً سکولارها و همچنین ملی گراها گرد هم آمدند تا ادامه زمامداری اردوغان را به چالش بکشند. تمام امکانات دولت برای یک حزب سیاسی بسیط شد و زیر پای یک فرد گذاشته شد. مایلم از سران اتحاد ملت، سازمانهای آن، رای دهندگان ما و شهروندانی که از صندوقهای رای محافظت کردند و در برابر این فشارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی مبارزه کردند، تشکر کنم. در انتخابات روز یکشنبه آقای اردوغان 52.14% آرا و کمال قلقچیدار اوغلو 47.86% آرا را کسب کردند. آقای قلقچیدار اوغلو در 21 سال زمامداری حزب عدالت و توسعه تنها فردی است که توانسته اردوغان را تا این حد به چالش بکشد. رقیب قدرتمندی که توانست تقریبا نیمی از رای دهندگان ترکیه را علیه رئیس جمهور فعلی متحد کند. با این حال اکثر رهبران جهان و کشورهای منطقه پیروزی اردوغان را تبریک گفتند. از جمله رئیس جمهور آمریکا در پیامی گفت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری‌های دو کشور به عنوان اعضای ناتو در رابطه با مسائل دو جانبه و چالش‌های مشترک جهانی است. ولادیمیر پوتین رهبر روسیه هم با تبریک به آقای اردوغان پیروزی او را نشانه قدردانی مردم ترکیه از فعالیت‌ها و سیاست خارجی مستقل او خواند. برای بررسی بیشتر این خبر سید طاهر عرفانی استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل در خبر با ما پیوسته. آقای عرفانی وقت شما بخیر. رجب طیب اردوغان از سال 2003 به بعد تا این حد در قدرت با چالش مواجه نشده بود. چرا در انتخابات روز گذشته تقریبا نیمی از رای دهندگان به او رای ندادند؟ به نام خدا و سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید چند نکته را ما باید در نظر بگیریم. بله. یک بحثی به هر حال مشکلاتی که در ترکیه وجود داره، مشکلات اقتصادی که به هر حال تورم هست در ترکیه به نوعی مشکلات اقتصادی وجود داره و آقای اردوغان هم به هر حال مدت ها در قدرت بوده، 20 سال هست که به هر حال آقای اردوغان در قدرت بوده و به نوعی ما یک بخش بزرگی از مردم ترکیه خواهان یک نوع در واقع تغییر در سیاست های ترکیه بود و اونم بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی. بحث دیگه بحثی در واقع شعارهای رقیبش بود. بله. شما در نظر بگیرید رقیبش به هر حال روی یک مسئله بسیار مانور میداد.
بحثی در واقع اخراج مهاجرین و این به نوعی برای توده مردم یا مردمانی که در لول پایین و در سطح پایین در جامعه حضور دارند و به نوعی از مشکلات اقتصادی رنج میبرند، احساس میکنند که به نوعی مهاجرین باعث شده است که برای ما مشکلات اقتصادی ایجاد بشه و این شعار برای اون طبقه میتونه به شدت جذاب بود. لذا که در مسئله رای گیری به نوعی به آقای اردوغان رای نمیدن و به رقیبشان رای میدن. پس بنابر این دو تا مسئله، یک بحثی در واقع مشکلات اقتصادی که واقعا در ترکیه به نوعی وجود داره و تورم و بحثی شعارهایی که رقیبش داشت. بله آقای عرفانی، به نظر شما آیا اردوغان در 5 سال آینده سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولتش برای تحکیم پایه‌های قدرتش فکر میکنه چگونه تغییر خواهد داد؟ ببینید، طبیعی است که هر کسی که با یک سری شعارهای جدیدی میاد در دولت جدید به نوعی باید یک استراتژی های کلانی را در عرصه سیاسی اقتصادی فرهنگی اتخاذ کنه. آقای اردوغان گرچند تحولات زیادی را در ترکیه به وجود آورده و نمیتوانیم در واقع منکر بشیم که در واقع توسعه ترکیه به نوعی در این سالهای اخیر مرهون تلاش های حزب آقای اردوغان و خود آقای اردوغان هست، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی. ولی طبیعیه که در این اواخر مشکلات اقتصادی در ترکیه به دلیل اینکه زیاد بوده باید یک تحولات بنیادین اقتصادی مجددا در ترکیه آقای اردوغان به وجود بیاره. با توجه به این مسئله آقای اردوغان روی چند چیز باید تمرکز کنه. یک بحث توسعه اقتصادی به نوع خودش را سعی کنه با کشورهای توسعه یافته غربی نزدیک کنه و بحث تورم باید مهار بشه. مسئله دیگر در عرصه سیاسی و عرصه فرهنگی هم باید آقای اردوغان دست به توسعه بزنه. لذا که قبل از همه چیز باید اون وضعیت قطبیت شده یا جامعه دو قطبی که الان در ترکیه به وجود آمده بعد از انتخابات اون را به نوعی التیام ببخشه یا شکاف را پر کنه، چون به هر حال 47% و 53% بود. این نشان دهنده یک نوع قطبیت است و این قطبیت باید باعث نشه که به هر حال جلوی فعالیت های آقای اردوغان گرفته بشه. بعد از اون با جذب نیروهای مخالف و نخبگان مخالف بیاد در راستای توسعه اقتصادی ترکیه به هر حال کمک کنه و تلاش کنه و در این راه بتواند به نوعی اون شعارهایی که برای مردم مطرح کرده، دیشب در سخنرانی خودش هم برای هوادارانش مطرح کرد که اولویت اولی ما مشکلات اقتصادی هست، به نوعی اینا را باید جامعه عمل بپوشانه. بله، و پیش بینی شما از سیاست خارجی ترکیه در آینده اگر شما دوری کردین در وضعیت حساس کنونی جهان چی است؟ آقای جناب استاد، اردوغان همچنان بیشتر مایل به شرق روسیه خواهد بود یا فکر میکنن به سوی غرب امریکا خواهد رفت؟ ببینید، در طول این سالهای اردوغان مخصوصا در سالهای اخیر به نوعی از سیاست موازنه مثبت یا استراتژی موازنه مثبت استفاده کرده. موازنه مثبت به این معنا که هم در واقع ناتو رو با خودش داشت، با ناتو بود و هم از اون طرف موشکای از روسیه خریداری میکرد. این نشان دهنده ای که اینه که به نوعی به هر دو طرف خودش را سعی میکرد نزدیک کنه و پیام های تبریکی هم که دیشب از جانب روسیه و در واقع از جانب کشورهای غربی به نوعی مطرح شد، نشان دهنده اینه که ترکیه و آقای اردوغان به شخصا در به قسمت خاورمیانه به عنوان یک شخص تاثیرگذار هست و به نوعی هر کشور سعی میکردند پیام های تبریک خودش را بهش بفرستد و در واقع روی ائتلاف با او حساب کنه. لذا که ما باورم بر اینه که به حال با توجه به اینکه سیاست خارجی یک ماهیت متحول داره و ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که دقیقاً چگونه خواهد بود، ولی طبعا آقای اردوغان به عنوان یک کنشگر عقلانی به دنبال منافع ملی ترکیه خواهد بود. آیا منافع ملی ترکیه نزدیکی با غرب بیشتر تأمین میشه یا نه غرب به نوعی با اینا در واقع به صورت یک شهروند دست دوم در ناتو برخورد میکنه، در نتیجه آقای اردوغان خودش را نزدیک میکنه به روسیه و چین. لذا که این مسئله با گذشت زمان و با جهتگیری های کشورها و قطب های بزرگ قدرت برای آقای اردوغان مشخص میشه و از الان نمیتونیم ما مشخصا بگیم کدام یکی برای اردوغان اولویت داره. بله، آخرین پرسش ما جناب استاد، حالا از دید شما چون زیادی از مهاجرینی که در ترکیه زندگی میکنن منتظر بودن که آقای اردوغان برنده انتخابات ریاست جمهوری شود و سیاست آقای اردوغان در مقابل مهاجرین از این به بعد چگونه خواهد بود، نرمتر یا سخت‌تر؟ ببینید، به هر حال آقای اردوغان یک سری صحبت ها را دیشب هم مطرح کرده سخنرانی های خودش که ما مثلا یک زمینه هایی را در سوریه فراهم میبینیم و داوطلبانه حدود 1 میلیون مهاجر سوری را برمیگردانیم. اینا نشان دهنده اینه که آقای اردوغان اون اهرم
مهاجرین را برای توسعه کشورش در واقع به عنوان یک اهرم فشار در نظر نمیگیره، بلکه آقای اردوغان دیدگاهش نسبت به مهاجرین دیدگاهی فرصت سازی است نه فرصت سازی. یعنی باورش بر اینه که مهاجرین با خودش به هر حال یک سری سرمایه های را میاره، نیروهای کار خوبی را میاره و میتونه در واقع در میان اینها مغزهای متخصص و متفکری باشه و از این طریق میتوانیم برای توسعه ترکیه کمک کنیم. حالا اگر در شعارهای انتخاباتیش هم مسائلی گاهی مطرح شده است، من باورم بر اینه که عملا وارد اون فاز نخواهد شد و سعی میونه که یک در واقع بیاد هزینه فایده کنه که هزینه های مهاجرین چی مقدار هست روی دستش و فوایدی که مهاجرین میتونه داشته باشه بر این مبنا تصمیم گیری های خودش را داشته باشه. سپاسگزار هستم جناب سید طاهر عرفانی، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل، از حضور شما در برنامه. بیننده